در این سواحل آرام کرانه اقیانوس آرام مردی زندگی می کند که از افتخارات کم نظیر فوتبال ایران در عرصه بین المللی است. مردی که بعد از سالها قضاوت در میدانهای بزرگ حالا سوتش را آویخته و خاطراتش را مرور می کند. جعفر نامدار، اولین داور بین المللی ایران. فوتبال خب از محلات من شروع کردم و بعد اومد به دبستان و دبیرستان و دانشگاه، در حقیقت خاتمه پیدا نکرد که ایمپروف شد. مراحلی را طی کردیم تا رسیدیم برای باشگاه شاهین. من عضو باشگاه شاهین بودم که یواشاش به تیم ملی را راه پیدا کردم و بعدن هم یواشاش به سوی داوری. جعفر نامدار به انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی‌های آسیایی 1968 بانکوک پرچمدار داوران بود. و اولین دعوتی هم که از من فیفا کرد برای بازی‌های جهانی در سال 1972 المپیک مونیخ بود که من دعوت کردن. اونجا دو قضاوت من کردم و قضاوت من مورد توجهشون قرار گرفت. بازی شوروی و برمه و مکزیک و لهستان. در سال 1974 برای اولین بار داوری از ایران در بازی‌های جام جهانی سود زد. در برلین بازی شیلی و استرالیا رو به من دادن که قضاوت کردم و چند کمک داوری، ولی یک کمک داوری که خیلی مهم بود، جزء 6 داور جام جهانی من انتخاب کردم برای مرحله نهایی که من در اونجا بین برزیل و ایتالیا کمک داور بودم. یعنی 6 تا داور انتخاب، یکیش من بودم که خب در حال باعث افتخار خودم و برای وطنم به خصوص بود. 1976 برای المپیک مونتریال انتخاب شدم و در اونجا بازی فرانسه و گواتمالا را قضاوت کردم. مسابقات مقدماتی جام جهانی در برلین بازی آلمان شرقی و مالت را قضاوت می‌کردم که این یه بازی حساسی بود. دو تا کمک داورم با خودم بردم در اونجا به نام آقای زمانی و صالحی و ما سه نفری اون بازی را قضاوت کردیم. این یه واقعی است که تا حالا تجدید نشده که یه داور آسیایی بره در اروپا قضاوت کنه. سال گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا 14 داور برگزیده این قاره را که در بازی‌های المپیک آسیایی و جام جهانی سود زده اند گرد هم آورد تا از آنها تجلیل کند. تجلیل بی سابقه کردن، کلی جوایز به ما دادن اینا. من دلم می‌خواست که این برنامه رو در ایران برای من انجام بدادن که به هیچ وجه صورت نگرفته. ان شاءالله فدراسیون فوتبال و کمیته داورا برنامه‌های تهیه ببینن که یک همچین تجلیلی از داورای خوب مملکت بکنن تا سطح داوری هم به خاطر این تشویق‌ها هر روز بهتر و بهتر بشه. جعفر نامدار، پر افتخارترین داور فوتبال ایران. کاوه باسمنجی، بی بی سی.